با تغییر حاکمیت در کشور و سقوط نظام جمهوریت با آمدن امارات اسلامی و بعد از آن تحریم امارات اسلامی از سوی ایالات متحده آمریکا، روند نزولی و رو به سقوط اقتصاد کشور آغاز گردید. با رویکرد وضع محدودیت بر بانوان از سوی حکومت طالبان، این قشر بیش از دیگر اقشار جامعه مورد هجمه قرار گرفت. محدودیت‌های وضع شده و افزایش دلهره‌های ناشی از آمدن امارات اسلامی باعث شده تا بسیاری از بانوان شاغل در فروشگاه‌ها دست از کار بکشند. فروشنده‌های زن از نگاه فرهنگی، از نگاه همه قانون‌های وضع شده فعلا کمتر به بازار دیده میشن. نسبت به گذشته حضور خانم‌ها کم رنگ‌تر شده در جامعه، در فروشندگی‌ها، در دکان‌ها و یک عده‌ام تولد آخر کشور هم یک عده‌ام هم خانواده نمی‌ذارن که بیان بیرون، یک عده‌ام به حاکمیت وضع کرده، محدودیت وضع کرده. از جانب دیگر شماری از شهروندان میگویند حضور زنان شاغل و فروشنده در بازارها یک نیاز اصلی است که باید برای سهولت آوردن جهت خرید کردن بانوان از سطح شهر شماری از خانم ها به چنین امور دست بزنند. حضور خانم ها در جامعه نیاز است. خاطر از اینکه بعضی جاها فروشندگی خانم نیاز است، یک خانم یک وسیله چیزی نیاز داره، دوست نداره به یک آقای او بگه و خود از این باعث میشه جامعه شلوغ‌تر بشه. بانوان شاغل در هرات هم خبر از رکود بازارها داده و محدودیت‌های وضع شده از سوی حاکمیت و قیودات خانواده‌ها را از مشکلات عمده سد راهشان می‌دانند. بعض از این بانوان از مسدود شدن مغازه‌هایشان به دلیل مشکلات اقتصادی هم سخن می‌گویند. فعلا که وضعیت اصلا خوب نیه، قبلا خوب بود قبل از اینکه امارت اسلامی بیا، اما بعد از این تغییرات و تحولاتی که شد به خاطر محدودیت هایی که از طرف خانواده وضع شد و از طرف حکومت، به همین خاطر فعلا شرایط و کاروبار اصلا خوب نیه و دکان و مغازه ما که بسته ایه. بعد از این شرایط دیگه به خاطر اقتصاد اینا دیگه مجبور شدیم که دکان جمع کنیم به خاطر اقتصاد. این همه در حالی است که طی سالهای گذشته تعداد بانوان فروشنده و شاغل در هرات افزایش چشمگیری داشت، اما پس از تحولات اخیر در کشور و تبعات آن بر روی بانوان دیگر درون شهر هرات، حضور زنان در امور فروشندگی آن شکل ملموس خود را از دست داده و به ندرت میتوان زنان فروشنده را در شهر هرات نظاره کرد.